ایران اشغال شده ما نمایشگاه بحران‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادیه. نگاهی به یکی از این بحران‌ها، یعنی بحران در مواد غذایی توده‌های فقیر و کم درآمد، نشون میده که مردم ما 24 ساعته دارن کار میکنن. اکثریت مردم 2 یا 3 نوبت کاری متفاوت در مشاغل مختلف دارن. تو بسیاری از خانواده‌ها تقریبا تمامی اعضای خانواده در حال کار به معنی ایجاد ارزش اضافی از طریق تولید یا ارائه خدمات هستند، اما باز هم حتی برای تهیه نان شبشون با مشکل و بلکه با بحران روبرو هستند. این واقعیت تلخیه که حتی رسانه‌ها و کارشناس‌های حکومتی هم بهش اعتراف می‌کنند. اخیراً حسین راغفر، اقتصاددان حکومتی، در گفتگویی با یکی از رسانه‌های رژیم گفته که میانگین خانوارهای کشور 65% درآمد خود را صرف تأمین غذا می‌کنند. این آمار بسیار تکان دهنده است. سالهای نچندان دور این رقم در شهر تهران 16% بود و در سطح مناطق شهری کشور 25-26% بود و در روستاها تا 35% می رسید. اکنون مصرف گوشت خانوارها از سالی 3 کیلوگرم به 2 کیلوگرم رسیده است که این ارقام باور کردنی نیست. و البته باید در نظر داشت که وقتی یک خانواده 65% درآمدش رو هزینه وعده های غذایی در ساده ترین کیفیت، یعنی نان و پنیر و نان و سبزی و چند عدد گوجه فرنگی بکنه، باید پرسید هزینه کمرشکن مسکن رو پس چه کار میکنه؟ هزینه بهداشت و درمان رو چه کار میکنه؟ آیا اساساً هزینه تحصیل ضروری پایه ابتدایی رو میتونه برای فرزندانش فراهم کنه یا فرزندانش ناگزیر از ترک تحصیل میشن؟ آمارهای رسمی همین رژیم میگن ترک تحصیل ساده ترین پاسخ خانواده های کم درآمد به همین پرسشه. رسانه حکومتی فرارو نوشته که یک کارگر سرپرست خانواده 4 نفره برای تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی باید حدود 65% از درآمد خود را هزینه کند. این در حالی است که از سال 1359 تا کنون قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از 65% کاهش یافته و به کمتر از نصف رسیده و حداقل دستمزد حقیقی کارگران در سال جاری به کمترین مقدار طی 28 سال اخیر رسیده است. با این شرایط کارگران و اقشار ضعیف جامعه نه فقط در خرید گوشت بلکه در خرید اقلام دیگری از جمله حبوبات و نان نیز با مشکلات جدی روبرو هستند. اینجاست که خشم زحمتکشان و کارگران در سینه ها متراکم میشه و فقط یک لحظه اون جرقه انفجار رو ایجاد خواهد کرد. لحظه ای که اراده برای تغییر شعله‌ور میشه و اون لحظه دور نیست.